با درودهای فراوان خدمت یکایک که شما بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها در روز سه‌شنبه ششم از ماه آگست یا اوت برابر با 16 مرداد ماه مهمان خانه شما عزیزان هست. خب روزهای سه‌شنبه مباحث پیرامون مسائل دینی با محوریت امر سیاسی رو خدمت شما ارائه می‌کردیم و امروز هم پیرامون همان روال به مباحث تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب ادامه خواهیم داد. خب دو هفته سعی کردیم نشان بدیم چگونه از محمد رضا پهلوی گرفته تا مسعود پزشکیان سعی میکنن همیشه از علی و فرامین او در جهت برنامه‌های پوپولیستی به استفاده بکنن. خب این پدیده است که امروز هم میتونه رخ بده، برای آینده هم میتونه رخ بده. اما مسئله بر سر اینه که آیا این اوصافی که به علی یا پیامبر اسلام یا به اساساً مذهب یا دین نسبت داده میشه واقعا اون ارزش‌ها رو نمایندگی میکنه؟ آیا ما میتونیم در پرتو فرامین علی ابن ابی طالب به دنبال یک جامعه مدرن باشیم، یک جامعه دموکرات، یک جامعه سکولار باشیم؟ خب اینا مباحث عمده است که ما داریم مطرح میکنیم. امروز 25 برنامه است که در مورد زندگانی علی به مقدمات مسئله صفین اشاره میکنیم، یعنی جایی که پیشتر عرض کردیم نمایندگانی از جانب معاویه میآیند تا در جهت تحقق عدالت قاتلین عثمان رو یا علی ابن ابی طالب قصاص بکنه یا به اولیای دم مقتول یعنی معاویه و دیگر خانواده امویان تحویل بده. نکته ای که من باز نیاز هست که تکرار کنم سیاسی شدن برخی پدیده هاست، چون بسیار مهمه برای فهم بسیاری از مسائلی که شاید ما فکر میکنیم سادن اما میتونن دستخوش یک آشوب سیاسی بشن. یعنی دیکتاتورها بعضا فکر میکنن خب یک پدیده عادی است و اثرات اون هم خیلی کوتاه و زودگذره، اما وقتی در درون جامعه این پدیده ها نزد گروه های متعددی به شکل همسان رخ میده تبدیل میشه به یک جنبش و موج اجتماعی. من عرض کردم که چطور پدیده ها سیاسی میشن، حتی یک ویروسی مثل کرونا میتونه تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی. یعنی این که ما احساس کنیم یک دولتی ناتوانه، یک دولتی مقصره، یا در مورد نزاع هایی که رخ داده دولت ها نتوانستن جان مردم رو حفظ بکنن. دیدید دیگه اون بحث مربوط به عدم وارد کردن واکسن که مثلا از ایالات متحده یا انگلستان واکسن وارد نکنید و خب دیدید چه فجایعی رخ داد و متاسفانه عزیزان زیادی از دست رفت. یعنی حتی یک بیماری و وارد کردن واکسن تبدیل میشه به یک پدیده سیاسی. و به مسئله حجاب هم اشاره کردیم، یعنی جایی که یک پوششی که در جهان غرب کاملا عادی است تبدیل میشه به یک امر سیاسی و در جامعه ما عزیزانی دستگیر میشن به خاطر حجاب، حبس های طولانی مدت میگیرن و متاسفانه این مشکلات وجود داره. پس پدیده ها هم میتونن سیاسی بشن، از طرف دیگه اشخاص هم میتونن سیاسی بشن. یعنی کسانی که تا دیروز سر در کار خودشون داشتن به دلیل اینکه حکومت با سیاست های خودش منافع اونها رو در خطر قرار داده، عزیزانی رو از اونها گرفته، تبدیل میشن به افراد سیاسی. شما در اسطوره ها افرادی رو میبینید مثل کاوه آهنگر که به دلیل نوع رفتاری که حاکم با فرزندان او داشته تبدیل میشه به یک انسان سیاسی. یعنی کسی که صبح تا شب مشغول کارهای خودش بوده اما به دلیل وضعیت بد حکومتی و دیکتاتوری های آن زمان تبدیل میشه به یک شخصیت سیاسی. امروز هم این مسئله رو داریم، یعنی دادخواهان، کسانی که کم هم نیستن به دلیل
نوع حکومت جمهوری اسلامی از هر سنفی، از هر طبقه‌ای، از هر گروه سنی اجتماعی بگیرید، دادخواه داریم ما. پس فقط سیاسیون نیستن که بگن جمهوری اسلامی عزیزان ما رو اعدام کرد، نه، افرادی که معلمن، دانشجوان، کسانی که مربوط به طبقات اجتماعی مختلفن، افرادی که از اقوام مختلف، شما میبینید این رژیم سعی کرده اونها رو سرکوب کنه و به خیال خودش که خب من با سرکوب این گروه ها مانع از تحرک اجتماعی اونها میشم. شاید این به شکل موقت جوابگو باشه، اما در دراز مدت این دادخواهان وقتی به هم میپیوندن، این خرده جنبش ها تبدیل میشه به یک جنبش کلان و بعد شما میبینید نیروهای انقلابی مختلفی در جامعه وجود دارن که میتونن رژیم رو براندازن. در مورد علی ابن ابی طالب هم داستان به همین نه، یعنی جایی که ما عرض کردیم معاویه به دلیل ویژگی هایی که داشت نمیتونست داعیه دار خلافت باشه، چون اساسا او نه اهل بدر بود، نه از سابقون بود و نه از خانواده محمد محسوب میشد، نه عضو شورای شش نفره عمر بود، چون این ویژگی ها همه برجسته است برای اینکه یک نفر خودش رو آلترناتیو یا بدیل یا جایگزین خلافت بدونه. شما وقتی میبینید در برابر علی افرادی مثل طلحه و زبیر هستند، اونها ویژگی هایی داشتن، از جمله اینکه اهل بدر بودن، جزء مهاجرون اولیه بودن، جزء از سابقون بودن، کسانی بودن که جزء شورای شش نفره عمر بودن، بنابراین آلترناتیو محسوب میشدن. اما معاویه این ویژگی ها رو نداشت. آنچه که سبب شد معاویه خودش رو تبدیل بکنه به یک بدیل برای خلافت، خونخواهی عثمان بود. و اشاره هم کردیم از ابتدا همچین ادعایی نداشت، دادخواه بود و از خلیفه میخواست که قاتلین عثمان رو قصاص بکنه یا به او تحویل بده. بزرگان شام هم برای معاویه حق خلافت قائل نبودند و اتفاقا سفرایی که معاویه میفرسته به نزد علی برای همین مسئله است، یعنی او اشاره میکنه شما برید و به علی بگید قاتلین عثمان رو به من بدید، وگرنه من با اون جنگی ندارم. اما جنگ ما جنگ خونخواهی است، خونخواهی برای اینکه یک حکم قرآنی معطل ماند. خب ما با اونجا رسیدیم که آقای ناصر مکارم شیرازی، همین آیت الله ناصر مکارم شیرازی، در کتاب پیام امیرالمومنین شرح آمدن ابو مسلم خولانی رو میده. خب یه بار دیگه این رو بخونیم و بحث از عدالت علی وقتی مطرح میشه، اینجا نقیض اون ادعاست. یعنی ما همیشه با این مشکل روبرویم، گاهی اوصافی به افراد نسبت داده شده توسط متکلمان، فقها یا حالا هر ایدئولوژی به اصطلاح بگیم، کسانی که طرفدار یک ایدئولوژی هست، یک اوصافی رو به بزرگشون نسبت میدن و بعد اون دستگاه پروپاگاندا به قدری اون رو تکرار میکنه که بقیه جامعه و مردم باور میکنن. خیلی زمان میبره تا کسانی بیان و سعی کنن نشان بدن جز به جز که این اوصافی که بر این افراد بار شده خلاف واقع، ناصحیحه و نیاز به یک بازنگری وجود داره، به خصوص در جامعه ما که همیشه دستگاه‌های رسانه‌ای، فضای اطلاعاتی و ارتباطی دست استبداد بوده، مردم سهمی نداشتن، آزادی بیان وجود نداشته، کسی نتونسته حقایق رو انتقال بده، واقعیت ها رو بنویسه. مشکل عمده در جامعه ما در فهم تاریخ همین مسئله است، یعنی رسانه هایی که در خدمت یک طیفی هستند، اون بخشهایی از تاریخ که مورد نیازشون بوده برجسته کردن، حتی غلوف کردن، بخشای دیگر رو اجازه ندادن کسی صحبت بکنه، کسی در موردش سخن بگه و در نتیجه مردم در درون یک فضایی قرار گرفتن که فقط یک صدا شنیدن، دیگه قدرت سنجش و تطبیق رو از دست دادن و غالبا هم خب ما اهل خواندن نیستیم، اهل مطالعه نیستیم، حوصله‌اش هم نداریم. همین کتاب پیام امیرالمؤمنین آقای ناصر مکارم شیرازی که در مورد شرح نهج البلاغه است، نزدیک به 15 جلد،
یا شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 20 جلده. خب کسی فرصت نمیکنه مگر افرادی مثل ما که بیکاره، بقیه همه سر کار، فرصت نداره. بعد میگن چرا فریب خوردی، چرا آخونده ما رو فریب داد؟ دلیلش بر سر اینه که شما اون تبلیغات و وعده و وعیدهایی رو شنیدی که از روی منبرها بوده، زحمت نکشیدید حداقل روزانه به اندازه‌ای که 5 وعده نماز میخونید 10 صفحه هم کتاب بخونید تا یک چیزهای دیگری رو هم از دل اون کتابا بیرون بیاورید و بسنجید که نه، این قرائتی که امروز از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی داده میشه نادرست. خب ببینیم تونل زمان آقای مکارم شیرازی در واقع این برنامه‌ای درست میکنن، تونل زمان، یه بخشی از تاریخ رو میگن یه بخش دیگر رو نمیگن. در واقع یه تونل زمانی هم این آخونده داشتن، در کتاباشون هم هست، یعنی اون بخشایی که نیاز هست توجیه بکنن مسائل تاریخی رو. ابو مسلم نامه را خدمت امام علیه السلام آورد. این ابو مسلم خولانی است، ابو مسلم خراسانی نیست، من عرض کرد، و در حضور جمع به آن حضرت داد. سپس به پا خواست و طی خطابه ای عرض کرد: من دوست ندارم ولایت امور مسلمین به دست غیر تو باشد. یعنی سفیر معاویه وقتی نامه را آورده میگه من خودم ولایت تو را قبول دارم. از بحث اولی که دیدید بعضی از این افراد تن میدن به این مسئله که معاویه دایه خلافت داشت. جنگ صفین برای این بود که چون معاویه ادعای خلافت کرد، علی رفت با او جنگی، که این کاملا دروغه. نرس کردیم در برنامه های پیشی، معاویه اصلا نمیتونست دایه خلافت داشته باشه، اصلا دایه خلافت هم نداشت، خونخواه عثمان بود. نمایندگانی را هم که فرستاده همشون به دنبال همین مسئله بودن. اما خب دوستان شیعه ما نمیتونن اینها رو بگن که جنگ صفین بر سر این مسئله بود که علی عدالت رو اجرا نکرد، نه اینکه عدالت علی محقق شد و معاویه به عنوان یک نیروی گریز از مرکز بود. من دوست ندارم ولایت امور مسلمین به دست غیر تو باشد، اما عثمان به ناحق کشته شد، قاتلان او را به دست ما بسپار. اگر کسی مخالفت کرد، نیروهای ما در اختیار توست. امام علیه السلام پاسخ داد: فردا بیا جواب نامت را بگیر. ابو مسلم فردا که برای گرفتن جواب نامه آمد، دید که مسجد پر از جمعیت است و همه به طور دست جمعی شعار می دهند ما همه در قتل عثمان شرکت داشته ایم. قابل توجه این که اجتماع عظیم آن گروه در مسجد از این جهت بود که احساس کردند شاید امام علیه السلام بخواهد قاتلان عثمان را به معاویه تحویل دهد تا بهانه او بر مخالفت از بین برود. پس دیدید بهانه معاویه خونخواهی بود، نه حق خلافت. لذا همه آنها و طرفدارانشان در مسجد جمع شدند تا اعلام کنند قاتل عثمان یک یا چند نفر نبوده است. که ما عرض کردیم اینطوری نبود، قاتلان عثمان کاملا مشخص بودند. اما برای اینکه شما نخواهید کسی رو تحویل بدید، سعی میکنید بگید آقا ما همه عثمان رو کشتیم، کما اینکه در ادامه بحث خواهیم خواند همین مسئله در نهروان هم رخ داد، یعنی جایی که عبدالله ابن خباب رو کشتن، علی گفت قاتل عبدالله رو به من بدید، همه خوارج گفتن که ما قاتل عبدالله هستیم، یعنی همه ما. بعد اشاره خواهیم کرد که علی گفت اگر کل جمعیت روی زمین هم اقرار بکنن که ما همه قاتلین هستیم، همه شما رو خواهم کشت. یعنی در اونجا با معیارهای دوگانه مواجه میشید که حالا به ادامه برنامه سعی میکنیم اون رو هم بخونیم. در واقع این یک روش مرسوم بود که همه بگن ما این، اگه میخواید کسی رو بگیرید باید با همه ما مقابله بکنید. ولی امام علیه السلام هم
هرگز تصمیم نداشت که آن چند نفر را به معاویه بسپارد. پس خود مکارم هم میدونه که چند نفر بودن، اما میگه امام هم قصد داشت اصلا تسلیمشون بود. عملا نیز چون این کاری ممکن نبود. و در این موقع امام علیه السلام پاسخ مکتوب معاویه را به ابو مسلم داد تا به شام ببرد. ابو مسلم با خود می گفت اکنون برای ما جنگ کردن برای خونخواهی عثمان رواست. یعنی وقتی ابو مسلم خولانی آمد برای خونخواهی بود، اما وقتی دید علی عدالت رو اجرا نمی کنه گفت پس ما دیگه حق داریم با تو وارد جنگ بشیم. زمینی که عرض کردم ابو مسلم خولانی از قاریان بزرگ شامه، یعنی کسی است که نزد مردم اهل شام داره وجاهته. اگر علی عدالت رو اجرا می کرد دیگه معاویه بهانه ای نداشت برای بیعت کردن. هم حکم قرآنی رو اجرا کرده بود، هم بهانه رو از دست معاویه می گرفت. اما دیدید این کار رو نکرد. پس اگر 80,000 نفر از مردم شام میان در درون جنگ صفین شرکت میکنن، اینا کسایی نیست که گمراه باشن. دیدید شیعیان اینجوری تعریف میکنن، چون معاویه پول میداد اونا میامدن. نخیر، بخششون مسئله اعتقادی است. ابو مسلم خولانی ها که با پول نیامدن، اینا دیدن حکم قرآن معطل مونده، قصاص اولیای دم معطل مونده. مگه آیه 33 اسرائیل نیست؟ همونطور که علی به سراغ این میرفت که عبیدالله ابن عمر رو قصاص بکنید، اونو قصاص بکنید، خب اینجا حکم قرآن. خب اما در نامه چه نوشته علی به معاویه؟ آنچه از من خواست، این در نامه شماره 9 آمده در همون نهج البلاغه، اما آنچه از من خواسته ای که قاتلان عثمان را به تو بسپارم، من در این امر اندیشیدم و صلاح نمی دانم که آنان را به تو یا به دیگری بسپارم. یعنی کاملا عدالت دیگه منتفی میشه، قاتلان خلیفه رو تحویل نمیده، قصاص هم نمیده. حالا پس به مکارم میخواد توجیه بکنه. هنگامی که مرد بزرگواری مانند عمار که به یقین از بهشتیان بود اقرار به شرکت در قتل عثمان میکند و دلیل آن را بدعتهای خطرناک او میداند، روشن است که امام اجازه نمیدهد این گونه افراد از مهاجران و انصار و تابعان به دست معاویه داده شود تا آنان را به قتل برساند. یعنی عدالتی که به خاطر خدمت تعطیل میشه. من بارها عرض کردم همین توجیهی است که علی خامنه‌ای و دیگران دارن، که کسانی که برای ما خدمت کردن آیا اگر مرتکب خطا شدن باید مجازات بشن یا از مجازات معافن؟ مکارم داره همین حرف میزن، یه اینا خدمتکاران ما هستن، اینا اهل بهشتن. آیا علی باید اینا تحویل بده؟ نخه، نیاز به تحویل دادن اینا نیست. به غیر از ابو مسلم خولانی، یکی دیگر از افراد ابو امامه باهلی است. تا بزرگان شامن، از همان زمان که حتی دو سپاه در برابر همدیگه قرار می گرفتن سعی داشتن این مسئله فیصله پیدا بکنن. مثل همین دادگاهی که شما الان در جمهوری اسلامی می بینید، هواپیما رو می زنن می گن آقا گزارشات رو بدید، جمهوری اسلامی گزارش نمی دید. تو پرونده دستکاری می کنه، عوامل واقعیش رو معرفی نمی کنه. یه دادگاه فرمایشی هم اگه برگزار بکنه اون دانه درشتا رو محاکمه نمیکنه. چهار تا سرباز و افسرهای ساده رو میاره محاکمه میکنه، ممکنم اینا رو کنار بذاره اما دوباره در جای دیگری از اینا استفاده میکنه. دیدید دیگه
کدوم قاتل و جانی در جمهوری اسلامی بیکار شده؟ از این وزارت خونه دستور گرفته رفته وزارت خونه دیگه، حالا اگه وزیر نشده باشه که جای بنابراین در درون این نوع تفکر کسانی که برای ما خدمت میکنن حتی اگه جنایت هم بکنن مسئول از قضاوتن، تعرضن، اونا رو ما به دادگاه نمیکشون، اینا بازوهای ما هستن. پس عجیب نیست برای شما که سید علی خامنه‌ای چرا جنایتکاراشو محاکمه نمیکنه، چون حکومتش از اونا داره. کدوم دادگاه تشکیل شده که بگن آقا این 1000 نفر آدمی که کشتی با چه مجوزی بوده؟ کی دستور داده؟ پرونده ها کجاست؟ و چرا فکر میکنید بین حکومت علی ابن ابی طالب با سید علی خامنه‌ای تفاوت هست؟ هیچ تفاوتی نیست. ما بارها عرض کردیم این رژیم های ایدئولوژیک بر روی اسطوره ها سوارن، بر روی اصول سوارن. شما هر نمونه ای که میخواید از جمهوری اسلامی بگید، ما سوابق تاریخش رو خدمت شما عرض کنیم. نصر گفت، منظورش نصر بن مزاحم منقری، نویسنده کتاب وقعت و صفین که خودش شیعی است، این بخش رو من از ابن عبدالحدید بخونم. ابو امامه باهلی و ابو دردا خارج شدند و بر معاویه در آمدند و او را گفتند ای معاویه بر سر چه چیز با این مرد می جنگی؟ این دوتا از بزرگان شام اومدن نزد معاویه که برای چی داری با علی می جنگی؟ حرف حساب چی؟ گفت بر سر خون عثمان که او قاتلانش را پناه داد. به او بگویید باید ما را به قاتلانش رهنمون شود که در آن صورت من اولین کسی از اهل شام خواهم بود که با او بیعت میکنم. پس میبینید معاویه بحثش خلافت نیست، خونخواهی است. پس آنان به سوی علی علیه السلام رفتند و او را از سخن معاویه با خبر کردند. پس گفت جز این نیست که اینان را که میبینی میخواهند، یعنی همین نیروهایی که کنارش بودن. در این هنگام 20,000 تن یا بیشتر پوشیده از آهن که جز حدقه چشمهایشان دیده نمیشد خارج شدند و گفتند همگی ما او را کشتیم، پس اگر میخواهید آن را از ما بگیرید. جلد 4 صفحه 22 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. در نامه دیگر که باز علی به معاویه می نویسه، در بخشی از نامه است که علی به معاویه می نویسه ابن حسن کوفی آورد و آنکه کلمه ای در طلب کشندگان عثمان نوشته بودی که ایشان را پیش من بفرست، ایشان خود طلب تو می کنن. یعنی تازه ایشون میگه که اصلا اینا تازه میخواد تو را هم بکشن. اگر ترک آن منازعت نگویی و هم بر سر این جهالت باشی، تأدیب ایشان را ببینی چنان که باید دید. یعنی دقیقا این همین سید علی خامنه‌ای رو شما دیدید، دیدی این همه آدم رو در خیابان ها میکشه، اگر مردمی میان صحبت میکنن دست بالا رو میگیره، شروع به بددهنی میکنه، به مردم انگ حالا بگیم افرادی رو میزنه که اینا محاربن، مفسدن، شورشیان. معاویه به علی میگه که این قاتلین چی شد؟ میگه بابا اینا میخوان تازه تو رو پیدا کنن بکشن. میگه اگه ترک این منازعت نگویی یعنی که کشش نده دیگه. حالا انگار یکی کشته شده دیگه، دیگه چرا پیگیری میکنی؟ برای چی به دنبالش هستی که ببینی داستان چیست؟ یعنی عدالت علی که شما دوستان تا به حال شنیدی، یادتون باشه 3 جنگی که علی در دوران خودش داشت حاصل همین عدم عدالت بود. ما پیشتر خواندیم طلحه و زبیر هم دایه خونخواهی داشتن.
فرزندان عثمان، داماد او مروان، اینا همه در سپاه مردم بصره بودن که از مکه رفته بودن بصره به همراه طلحه و زبیر و عایشه. خب اینا برای چی اومدن؟ مگه عایشه ادعای خلافت داشت؟ مگه طلحه و زبیر ادعای خلافت داشتن؟ نه، گفتن چرا عدالت رو اجرا نمیکنه؟ عثمان کشته شده، حالا خلیفه علی است. اولین کاری که خلیفه باید انجام بده اینی که اون افرادی رو که قاتل هستن تحویل اولیاده مقتول بده. علی این کار رو انجام نداد. یه جنگی در بصره رخ داد، جنگ جمل. بنابر نقل ها 10 تا 15 هزار نفر کشته شدن. دقت کنید. آمد به کوفه، اولیای دمش از شام نامه نوشتن که این افراد رو به ما بده، باز نداد. رفت دوباره در صفه 90 هزار نفر اونجا کشته شد. از دل همون جنگ ها گروهی اهل نهروان بیرون آمدن که حالا بهش میگن خوارج. خب اگر شما همون روز اول این 3-4 نفر رو قصاص میکردی، آیا امت دچار این درگیری میشد؟ نه. اما دائم خونخواه اضافه میشه. مشکل دیکتاتوری ها همینه. وقتی شما انسانی رو در زندان میکشید، فکر میکنید که او برادر، خواهر و بستگانی نداره؟ گروه هایی نیستن که خونخواهش باشن. شما مجبورید. دیدید حتی این تعابیر رو به کار میبرن، 100 نفر رو میکشن که بگن ما یه نفر رو نکشتیم. چون وقتی در اون چاه و چاله ای که خودشون کندن میافتن، هر چی دست و پا بزنید بیشتر فرو میره، بیشتر مشروعیت شما از بین، بیشتر تنها میشید. اینکه شیعه سخن میگه که علی بر سر چاه مینشست در تنهایی، خب یک دلیلی داره که این آقا تنها با هم. اون دلیلش در همین هاست. جایی که دادخواهان رو هم میکشه، در نهایت میرسه به یاران خودش، یعنی همونهایی که تو صفین برای شمشیر زدن. بعد از اینکه حکمیت رو مجبور میشه بپذیره، میفهمن که فریب خوردی. حالا ما در ادامه به این مسائل خواهیم رسید و خیلی از نزدیک و کنار میدن دیگه، با او کار نمیکنه. پس ریشه های مسائل سیاسی رو وقتی اعتقادی نگاه بکنی، نمیتونی یک تحلیل درستی بدی. این درس هایست برای امروز ما هم. رژیم هایی که به مطالبات مردم گوش نمیدن، خونی ریخته شده، مالی برده شده، ظلمی ایجاد میشه، اما دادگاه هایی وجود نداره که به این تظلم رسیدگی بکنه، و مردمی رو داره که به عنوان نیروی انقلابی بیان به خیابان. حالا نکته جالبتر این که علی ابن ابی طالب که اینجا در برابر نمایندگان معاویه و شخص او به تعداد نفرات استناد میکنه، میگه آقا میخوای بگیرید، بفرمایید، اینا رو بگیرید. حالا دقت کنید در جنگ جمل چه اتفاقی رخ میده و علی چگونه با معیارهای دوگانه برخورد میکنه. قبل از اینکه علی به بصره برسه، یه نزاهایی رخ داد بین اون حکیم ابن جبله و برخی از نیروهای طلحه و زبیر. یه دیه می وسط کشته شدن. علی در اینجا وقتی میخواد صحبت کنه با مردم کوفه، به همین مسئله استناد میکنه که بعداً دچار دوگانگی و تناقض میشه. دقت بفرمایید در خطبه 172 این بخشی از خطبه است. آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین و به مردم دیگری از اهل آن شهر حمله کردند. گروهی از آنان را با شکنجه و گروهی را با حیله کشتند. به خدا سوگند اگر آنها فقط یک نفر، فقط به یک نفر دست می‌یافتند و او را به طور عمد و بدون گناه می کشتن، قتل همه آن لشکر برای من حلال بود.
یعنی قسم میخوره میگه اگر یک لشکر یه نفر رو به عمد بکشه، کشتن تمامی اون لشکر برای من حلاله. حالا اینجا دقت بفرمایید، وقتی معاویه میگه اون 3-4 نفر رو به من تحویل بده که عثمان رو کشتن، میگه اگه میتونی بیا بگیر این لشکر. چرا که آنها حضور داشتند و مخالفت نکردند و از او نه با زبان دفاع کردند و نه با دست. پس میبینیم در مورد جنگ جمل، علی جنگ جمل رو اینگونه توجیه میکنه که اینها یکی از یاران من رو یا 10 نفر از یاران من رو یا یه عده‌ای رو کشتن. اگر یه نفرم میکشتن کل لشکریان رو میکشتم حلال بود. پس مسبب جنگ جمل رو شما دارید میبینید اینطوری فکر میکنه. در صفحه 26 کتاب پیام امیر المومنین بخونیم ببینیم چه میگه. در کوفه شخصیت علی میپرسه، میگه آقا چرا ما به جنگ بصره رفتیم؟ در واقع ابو برده ابن اوف از دین سوال میکنه از علی، پاسخشو ببینیم. بدان سبب کشته شدند که شیعیان و کارگزاران مرا کشتند و من از آنان خواستم که قاتلان این برادران دینی مرا به من بسپرند تا در قبال خون آنان ایشان را قصاص کنم و کتاب خدا میان من و ایشان حکم باشد. نپذیرفتم. خب عجیب نیست؟ همین ادعای معاویه داره مطرح میکنه. چطور در جنگ جمل شما این اصل رو میپذیرید که اگر یاران تو رو کشتن بگی قاتلیش رو به من بدید که قصاص بکنم، حالا وقتی معاویه ازت میخواد این کار رو بکنی انجام نمیدی؟ در واقع عدالت در درون این دستگاه فکری عدالت قبیلگی است. یعنی اگر کسی از قبیله ما جنایت بکنه هیچ ایرادی نداره، حفاظت هم میکنیم ازش. اما اگه دیگری این کار رو بکنه، ما سعی میکنیم به دنبال تحقق عدالت باشیم. اصلا اساس عدالت، تا فرشته عدالت یا اون نماد عدالت که چشماش بسته است، بر سر همینه که مهم نیست چه کسی جلوی شماست. اگه کسی کار خلافی کرده، کار خطایی کرده، باید محاکمه بشه. وگرنه اگر من بخوام عدالت رو در مورد دیگران اجرا بکنم که کار مهمی انجام ندادم. عدالت زمانی است که من یا نزدیکان من یا هواداران من اگر دست به کار خلافی زدن بتونم داوری درستی انجام بدم. این وجه نمادین عدالته. شما کسی رو نماد عدالت میکنید که یه آدم عادی هم میتونه همون ویژگی رو داشته باشه. خب علی ابن ابی طالب رو شما دارید میبینید. ما در بحث مالی عرض کردیم دوستان شیعه ما وقتی صحبت میکنن که علی آمد به همه سعی کرد 3 درهم بده یا 3 دینار بده، دیگه فرقی نذاشت بین صحابه و دیگران. خب باید با این سوال روبرو بشن، چطور در زمان عمر که دیوان ترتیب داده شد علی و فرزندانش بیشترین سهم رو داشتن؟ چطور عدالت اونجا مهم نبود؟ عمری که دیوان ترتیب داد و صحابه رو از همه بیشتر میداد، از جمله علی و طلحه و زبیر و دیگران و حسن و حسین رو که اصلا در زمان جنگ بدر به دنیا نیومده بودن، به همراه اصحاب جنگ بدر در نظر گرفت بیشتر این سهم رو داد، چه علی اعتراض نکرد؟ نگفت این عدالت نیست؟ چون خودش و بچهاش میگرفتن. اونجا دیگه چشمش رو عدالت بسته بود. اما زمانی که حالا خودش قدرت گرفته، اون مواجبی که مربوط به دیگران بود و نمیدید، میگفت نه عدالت الان اینه که من میگم.
اگر قبلی بیعدالتی بود پس چرا از اون استفاده میکردید؟ یعنی سرتاسر این داستان رو اگر نگاه بکنی، شما با این معیارهایی روبرو هستید که حاکمان اسلامی بنابر منافع خودشون انجام میدادن. شما قرآن در آیه قرآنه که یک مرد میتونه با چند زن ازدواج بکنه. به پیامبر اسلام خبر دادن که علی رفته خواستگاری دختر ابوجهل. حالا در مدینه است، ابوجهل هم در زمان جنگ بدر کشته شد. دیگه ابوجهلی نیست. دخترش هم مسلمان شده بود. به پیامبر خبر دادن که فاطمه ناراحته. آمد بر روی منبر نشست. گفت من اجازه نمیدم که علی با دختر ابوجهل ازدواج کنه. این روایتی که هر کی فاطمه رو بیازارد مرا آزرده در حق علی آمده. شیعیان اینو بردن به ابوبکر نسبت داد. ابوبکر در زمان محمد فاطمه رو نیازرده بود. این روایت محمد از کجا آورده که گفته کسی که فاطمه رو بیازاره مرا آزرده؟ زمانی که بود که علی خواست سر فاطمه هوو بیاره. اما خود پیامبر اسلام الا ماشاءالله هیچ حد یقفی نداشت. برای خودش هم در قرآن آورده بود که تو هر چقدر میخوای بگی، نوبت پس و پیش کن، هیچ ایرادی نداره. برای تو این کارو کردی که تو مزیقه نباشی. آیه 50 سوره احزاب. تو به شما فشار نیاد، ایراد نداری. اما حکم قرآنی که یک مرد مسلمان میتونه چهار زن بگیره رو از علی سلب میکنه. چرا؟ چون فاطمه ناراحت میشه. و علی هم تا زمانی که پیامبر اسلام زنده بود که دیگه زنی نگیره. بعد از فوت فاطمه بلافاصله ازدواج با خواهرزاده فاطمه، امامه. بس عدالت نزد اینها زمانی است که منافع خودشون به خطر نیفته. اون وقت عدالت رو اجرا میکنه. معیوب بودن دستگاه قضایی یعنی همین که شما جرأت نداشته باشید بر علیه حاکم و حکومت او برید و یک دعوایی رو مطرح بکنید. حالا داستان هم میسازن. علی آمد یک یهودی زره او رو برد، با هم رفتن در اونجا دادگاه نشستن. بعد علی هم گفت هرچی تو میخوای. کجای تاریخ آمده این داستان؟ میشه به ما بفرمایید در کجای تاریخ آمده که علی ابن ابی طالب اینگونه در دادگاه حاضر میشد در برابر افراد دیگه و تن میداد به اون شرایط؟ اما خب نیاز داریم برای یک عدالتی که نزد علی میخوایم به مردم بشناسیم، خب داستانم جعل کنیم چون تو تاریخ وجود نداره. سر تا پای زندگی سلیمانی رو نگاه بکنید پر از ایراداته. اما وقتی میخواید اون رو مقدس بکنید، خب بخشی که مربوط به ایراداتش باید حذف کنید، اون فضائلی هم که نداره بهش اضافه بکنید، بعد به مردم ارائه کنید. مگه ما کم داشتیم؟ شما فکر کردید ایتالیای زمان موسولینی نسبت به این دوچه چه فکری میکرد؟ یک دستگاه تبلیغاتی ساخته میشد، یک رهبری فرهمند دارای عقل، دارای خرد، وطن دوستی، انسان دوستی. مردم هم باور میکردن، گفتن بله دوچه همچین آدمی. یا تو آلمان هم همین، یه آدم معمولی تبدیل کرده بودن به یک پیشوای دست نیافتنی. و از این مسائل ما خیلی داریم. شما فکر نکنید این تحمیق فقط در دین وجود داره که افراد عادی رو برای ما برجستهشون کنه. افرادی که مثل من و شما بودن، ما خوبی و بدی. اما وقتی میخواید کسی رو الگو بکنی باید دست نیافتنیش بکنی، کمترین ایراد رو داشته باشه که مردم احساس نکنن که بابا خودشون از اون یکی بهتره. این کاریست که متکلمان انجام دادن، فقها انجام دادن و ما هم متاسفانه اینا رو باور کردیم.
ویژگی هایی به این افراد نسبت دادیم که دیگه نشد در برابر اونها یک نقد ساده انجام بشه. خب یک مورد دیگر نگاه بکنید، داستانیست که در مورد خوارجه، باز هم معیار دوگانه اینا بود. قیس بن سعد بن عباده گوید، این قیس بن سعد که من عرض کردم والی مصر شد، علی او رو برداشت به دلیل اینکه به قیس دستور داد که حتی کسانی که با من بیعت نکردن رو هم بارو با اونو بجنگ، که ما این رو خواندیم، حالا در ادامه مباحث هم دوباره اشاره خواهیم کرد. قیس بن سعد بن عباده میگوید هنگامی که امام در مقابل خوارج ایستاد فرمود آن کس که عبدالله ابن خباب را کشته معرفی کنید تا قصاص شود. یه آدم معمولی بود عبدالله ابن خباب، نه کارگزار علی بود نه ایچی، تو سریال امام علی هم دیدیدش، نقش رو بکنم حسین پناهی بازی میکنه. این برای جزش سوال کرد که حالا نظر راجع به علی چیست و اینها، دیدن علی دوسته، چون اونا حکم داده بودن که علی کافره و شیعیان او هم همین وضعیت رو دارن، او رو کشت، یعنی یک عمل غیر انسانی انجام داد. خب حالا نگاه کنه علی در مورد اون چی میگه. اون کس که عبدالله ابن خباب را کشته است معرفی کنید تا قصاص شود. آن بیشرمان خیره سر، حالا اینو داخل پرانتز مکارم آورده در جلد دوم کتاب پیام امیرالمومنین، گفتند همه ما قاتل او هستیم. یعنی دقیقا همون حرفایی رو زدن که یاران علی به معاویه میگفتن. مکارم شیرازی اینجا به اونا میگه خیره سر، بیشرمان خیره سر، اما خودش داره توجیه میکنه که علی نباید عمار و دیگران رو تحویل میداد. امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردند اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنند در خور اعدامند. این دستگاه قضایی علی، شما دقت کنید، اگر همه دنیا اعتراف بکنند که ما قاتل عبدالله هستیم همشون رو باید اعدام کرد، اما همین یاران و همین حرفا رو زدن به معاویه. بعد ما میگیم که دستگاه علی داره عدالت بود. حالا نکته جالبتر این که مکارم شیرازی در صفحه 391 میگه، واقعا نمیدونیم طنز اینها یا نمیخوان این مسائل رو متوجه شن، ایشون میگه که بسیاری از حوادث دردناک و جنگ‌های خونین در عصر امام علیه السلام از عدالت آن بزرگوار سرچشمه می‌گرفت. در حالی که ما دیدیم هر سه جنگی که علی داشت از بی‌عدالتی او سرچشمه گرفت. جایی که گفتن ما خونخواه عثمانیم، علی او قاتلین رو تحویل نداد. مسروق ابن اجده که تعبیری در مورد علی داشت، گفت علی حاتب لیل. حاتب لیل یعنی کسی که شبها برای جمع‌آوری هیزم میره و خب به جای چوب ممکنه یک دفعه ماری رو بگیره و اون مار او رو به حال مورد گاز گرفتن و نیش و اینها قرار بده. مقصود چیست؟ مقصود کسیست که فضا رو به نحوی که تاریکه برای یک کار خیلی خطرناک انتخاب دوچار تعارض و تناقض میشه و گیر میکنه در یک فضایی که میتونه به خودش آسیب بزنه. در واقع علی بن ابی طالب هم دوچار همین وضعیت شد، چون حکومتش رو از همین افرادی داشت که او رو به قدرت رساندن که قاتلین عثمان بودن. خب طبیعی وامدار اونها بود، نمیتونست بیاد و اونها رو قصاص بکنه، چون اونها همون کسانی بودن که او رو به قدرت رساندن. بنابراین در اینجا دیگه بحث بر سر این که حکومت علی یک حکومت عادل بود و باید کنار گذاشت.
چون شما میبینید حکومتی است که وقتی وامدار گروه های تندرو میشه دیگه بیرون اومدن از اون فضا دشواره. شما الان هم همین وضعیت رو دارید. یعنی شما فکر میکنید چرا سپاه در درون جمهوری اسلامی نقش محوری پیدا کرده؟ چون از سال 88 که مردم به خیابان ها آمدند و اون داستان انتخابات، برای سرکوب خواست مردم سپاه وارد شد. سپاهی که خودش رو وامدار میدونست در جنگ، بعدم در حفظ رژیم جمهوری اسلامی خودش رو وامدار میدونه، در واقع خودش رو طلبکار میدونه و معتقده که سید علی خامنه ای وامدار اون هاست، بنابراین سعی میکنه سیاست های نظام رو، رژیم رو و شخص خامنه‌ای رو هدایت کنه. و او هم که در برابر این افراد خب میبینه که قدرت اونها بودن که او رو حفظ کردن، سعی میکنه ملاحظات اونها رو رعایت. چرا این رو من عرض میکنم؟ برای اینکه اگر شما به دنبال یک شخص مستقل هستید، ببینید او وامدار چه گروه هاییست، فرقم نمیکنه در جمهوری اسلامی در اپوزیسیون باشه. اگر کسی رو دیدید کسانی که در کنارش هستن تون رو هم، شما مطمئن باشید این شخص فردا نمیتونه یک حاکم مستقل، یک حاکم دموکرات، یک حاکم آزادی خواه باشه. چون همین گروه های تون رو مدعیان که ما تو رو به قدرت رسوندیم، ما بودیم که فضای مجازی رو برات امن کردیم، ما بودیم که تو خیابانهای لندن و اروپا و امریکا به مردم تعرض کردیم، ما بودیم که عکس تو رو بالا بردیم. کسی که برای رسیدن به قدرت مثلا با افراد سپاه مثلا صحبت، با تندروهای قدیمی داخلی که الان رایزنی میکنن صحبت، حکومتی که او ایجاد میکنه هیچ وقت دموکراتیک نخواهد بود، فقط چرخش نخبگانی رخ میده. خامنه ای میره، آقای یا خانم فلانی میره. پس خوشحال نباشید از اینکه فکر کنید یه گروه تندروی هستن دور و بر سلیمانی. اگه اینا اینو به قدرت برسونن خیلی خوبه. غالب حکومت های دیکتاتوری در حتی اگر با انقلاب هم آمدن و قدرت گرفتن بر روی تندروها سوار بودن. شما به شوروی کمونیستی نگاه بکنید، لنین که در اقلیت بود چطور قدرت گرفت؟ چون مخالف کشی رو آغاز از آستاراخان بگیرید شروع کرد تا آمد در زمان استالین و دیگران جنایت های فجیع انجام داد. چون این گروه ها زمینه این تعرض رو دارن. گروه های تندرو وقتی در کنار یک شخص قرار بگه، شما در ایتالیای فاشیستی نگاه بکنید چه کسانی از موسولینی حمایت کرد. وقتی او به قدرت میرسه بایستی به این نیروهای تندرو باج بده، بایستی اونها رو در کنار خودش نگه داره، چون اینا وامدارشن. این دینی به شما تندروها دارن. اگه میتونم حکومت خودم رو داشته باشم؟ نه. علی ابن ابی طالب تو چنین وضعیتی گرفتار شد. یعنی حکومتی که از همون ابتدا مشخص بود که با اون وضعیتی که به قدرت میرسه دچار تعارض میشه. اینکه خیلی از صحابه وارد این فضا نشدن برای اینکه اونا بصیرتشون و درکشون خیلی بیشتر از علی ابن ابی طالب بود. علی ابن ابی طالب به دلیل اینکه خب قدرت داشت. عمر میگفت من دوتا آدم بسیار متکبر دیدم، یکی اسامه یکی علی. اون کبر و غرور و کسب مقام و اینها باعث میشه که شما ناگاه در یک فضایی قرار بگیرید که گروه های تندرو به شما چراغ سبزشون بدن و وقتی قدرت گرفتید دیگه نمیتونید اون فضایی رو که خود یا سیاستایی رو که خودتون میخواید اداره بکنید. خب در مورد پیامبر اسلام هم همین داستان رخ داد، یعنی در مورد خالد ابن ولید که حالا من با توجه به اینکه چند دقیقه تا پایان مانده اینا رو به شکل خلاصه عرض بکنم و این جلسه رو به اتمام برسونم.
داستان خالد برمیگرده به این که خب میدونید خالد در بعد از در واقع جنگ خندق آرام آرام گرایش پیدا میکنه به اسلام. یک سال قبل از فتح مکه مسلمان میشه. خب یه آدمی بود جنگاور، فرمانده نظامی قابل. در انتهای دوران پیامبر اسلام او رو میفرسته به یمن، میره بنی جزیمه رو میکشه. زمانی که برمیگرده خب طبیعی بود اونا مسلمان بودن و خالد قصاص میشد، اما پیامبر اسلام رو قصاص نمیکنه. و جالب اینه که این شخصی که باید قصاص میشد، حداقل با او به شکلی تعزیر برخورد میشد، نه تنها قصاص نمیشه، القاب عناوین هم میگیره. به یک نمونهش نگاه بکنیم. در سفر حجۃ الوداع، یعنی آخرین این دو ماه مونده تا پیامبر فوت بکنه، چون پیامبر از گردنه لف سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمود این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. سپس شخص دیگری پیدا شد. رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد بن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد بن ولید. فرمود خالد بن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. این بنده خوب خداست. به جای اینکه پیامبر اسلام قصاصش بکنه، یه خالد بنده خوب. این دستگاه سیاسی است، این دستگاه عدالته که شما مرتضوی درش میبینید. در این دستگاه ها هستن که اطلاعاتی ها و شکنجگر ها امنیت دارن، چون اینا بنده خوب اون حاکم هست. منظورش بنده خوب خداست، یعنی در خدمت ماست. حالا اگر هم ادهی رو کشت ایرادی نداره، ما چشمی بندیم 30 نفر اگر کشته شدن. خب در درون این دستگاه فکری دیگه بحث عدالت بقیده من فاقد موضوعیته. و اگر ما این تاریخ تبلیغاتی رو که در درون این دستگاه ایدئولوژیک متحری ها و شریعتی ها و اینها برای ما ساختن یک بار بازنگری بکنیم، میبینیم چه فریب بزرگی رو خوردیم، به خصوص در 40-50 سال اخیر. خب سپاسگزارم از جناب سپهر عزیز و تلویزیون فارس. در برنامه آینده وارد بحث صفین خواهیم شد که نکات جالب دیگری هم در این مباحث وجود دارد. تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشید.